Bismillahirrahmanirrahim. Şagirdan nihayet aziz. Emruz dersimi از برنامه اکسل شروع میکنیم درس ما را ستارت میرور را باز نموده و برنامه اکسل 2016 کلیک میکنیم بعدا به این ترتیب صفحه ما ظاهر میشه و بعدا در درس های قبلی تا فایند یه بخش ها را خواندیم حال درس های ما از تب انزرت شروع میشه در انزرت اینجا بیوید دیبل داریم یک گزینه در اینجا به نام بیوید دیبل از بیوید دیبل ما چی چیزا جور کرده میتونیم از بیوید دیبل ما جدول های بسیار بزرگ باشه را انالایز یا مشخص کرده و بالای آن کار کرده و تجزیه کرده میتونیم تیبل های بزرگ بزرگ را ببینین ما در اینجا کمی زوم میکنم در اینجا مثلا دیت نوشته میکنم تاریخ در اینجا باز نوشته میکنم مثلا پرودکتس خب پرودکتس یعنی تولید ما و بعد اینجا سولد amount یعنی مقدار پولی که پردکت ما یا تولیدات ما فروش شده با مو یک کالم جور کردیم به نام sold amount در اینجا مثلا نوشته میکنیم week day روزهای همو فروش رو با ما در اینجا نشان میده مثلا در اینجا ما میگیم دیت مثلا سیو ششو دوزار و نوزده به این شکل ببینین با پایین کش میکنم به این شکل اینجا روزها اومد ما تبدیل میکنیم روزها رو به ما مثلا به اینجا میایم به هم بعدا نمبر از اینجا این شکل تاریخ میگیریم اوکی میکنیم ببینیم به این شکل این ماه این روز و این هم سال این را به پایین کش میکنیم کمی اضافه میکنیم این را مثلا به این ترتیب دوهزار و بیست به این شکل خب ببینید یک تاریخ داریم به این ترتیب نام های تولید یا اشیایی که با فروش میرسانیم اونا را نوشته میکنیم دیجا ببینید به این شکل مثلا سی پی یو مانیتور خب ماوس کیبورد خیرم تا پایین کش میکنیم به این شکل تا آخر اینمی تاریخ کش میکنیم اینمی تولیدات ماست که به فروش رساندیم خب بعدا میاییم بالای sold amount مثلا این 150 120 135 به این شکل فروش شده ایرم تا آخر بی مینوال میبینیم بخشیم 120 باشه به این شکل منفی
این شکل جدول جور کردیم. ببینیم به این شکل. خب ویک دی یعنی چی کار میکنه؟ یک فرمول داره به نام ویک دی. ای اونمو روزهایی که اینمی تاریخ 6/3/2019 یعنی ماه ششم روز سوم سال 2019 به فروش رسیده، اونمو کدام روز بوده؟ اونمو روز با ما میکشه. ببینید اینجا کلیک میکنیم مساوی با ویک دی قوس شروع، بعد این تاریخ انتخاب میکنیم. ببینید سیریال نمبر نوشته از اینجا، بعدا کاما. ببینید از اینجا اینمی یک را انتخاب کردیم به این شکل، قوس بند انتر. ببینید دو شد. میمالی این را فرمت میکنیم. ببینید به این شکل و کاستم میاییم. اینجا جنرال را حذف میکنیم، دی 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 نوشته کردیم. ببینید نام های با نام های روز تبدیل شد. ببینید اوکی مانده. حالا تا پایینی را به این ترتیب جور میکنیم. این همی تاریخ مثلا تاریخ 6/9/2019 ماوس سودا شده 195 روپه، روزش روز سنده بوده، یک شنبه. خب به این شکل یک تیبل جور کردیم. مثال های زیاد است در پیوای تیبل برای که برای شما آسان تر تمام شده از این مثال کار کردم. خب بعدا میهیم تیجا. حال این تیبل خوب بسیار بزرگ است، ایره ما چه میکنیم؟ ایره با پیوای تیبل تبدیل میکنیم. پیوای تیبل یعنی ایره تجزیه میکنیم. با ما این قدر تیبل بزرگ بکار نیست، ایره ما میخواییم تجزیه کنیم. خب بیاییم یک بگراند میتیم برازی، بازی انتخاب میکنیم یا کنترول تی کلیک میکنیم یا از اینجا میان انزرد اینجا تیبل با تیبل کلیک میکنیم. ببینیم باز در بخش تیبل انشالله جزئیات تیبل هم میخونیم که بسیار کاربرد زیاد داره. اوکی میکنیم. ببینیم وقتی گیره اوکی کردیم میاییم با تیبل ستایل یه من کلیر میکنم. ببینیم به این شکل و حالت سادهش گرفتم. خب بعدا میاییم دیگه قسمت کلیک میکنم، بالای تیبل کلیک میکنم. ببینید دیجا در تیبل تولز سامرایز ویت به وایت تیبل است، یا از اینجا میتونیم به وایت تیبل بگیریم. ببینید در انزرد آمدیم، گزینه اول به وایت تیبل، بالای به وایت تیبل کلیک کردیم. ببینید به این شکل یک دایلوگ باکس میاد با ما، سلیکت ا تیبل اورنج میگه تیبل خود انتخاب کو، با شکل اتومات توش انتخاب میشه. اینجا باز اینجا یوز اکسترنال سورس، یا این تیبل رو نمیخوای انتخاب کنی یا از اینترنت یا از منابع دیگه میخوای بگیری کنکشن این چیزا. باز اینجا می نیو ورکشیت، اینمی تیبلی که تجزیه میشه با شیت جدید بیایه یا اگزیستینگ ورکشیت یا دمی شیت بیایه. ما میگیم دینمی شیت و ما چیز کن در کجا بالا اینمی کلیک میکنیم و باز دیجا کلیک میکنیم. در این شیت ما میخواییم این را تجزیه کنیم، بعدا این را ما اوکی میکنیم. ببخشید existing sheet. خب
یعنی به شکل تیبل معامل ببینید به شکل به فاید تیبل دی بخش ببینید دید پردکت سال اماند و ایک تی ای اینوان های معامل یعنی هیدر های ما حدیجا ما چی میخواییم بکشیم از ای؟ مثلا ما میگیم که با ما دیت را بکش به شکل یا نمیخواییم دیت را بکشین خب ما میگیم که با ما او یک دیر را بکش ببینیم سنده مانده اینه میخواه روز داریم اینه می روزها را از هر کدامش یک تا سمپل گرفت یعنی نمونه مثلا سنده چند تا سنده باشه ما یک تاشه میگیرم باز sold amount ببینیم در روزای شنبی چقدر فروش شده همه روزای شنبی را دیجه یک شنبی را دیجه مجموعه کرد ببینیم مانده همه روزای مانده که باشه روزای دوشنبه ببینیم دیجه مانده داریم دیجه مانده داریم تا پایین تکرار تکرار میاییم خب همه روزای سنده را با ما مجموعه کرد که چقدر فروش شده مانده هم همچنان ترزده ورنزده ترزده همه روزای هفته هر چقدر فروش شده باشه بیبینوال دیجه با ما میکشه خب در اینجا میخواییم ای مجموعه کرد فروش را میخواییم افریج اوسط از ای را بکشیم مثلا به اینجا کلیک میکنیم ببینیم به این شکل value field setting ببین از اینجا ما میگویم اوسط انتخاب میکنیم اوکی ببین اوسط اینا را با ما کشیم پس جمع کنم ببین دوباره میگویم در اینجا value field sum اوکی اما جمع کن به این شکل باز در اینجا داریم چارت داریم ببینین insert provide chart همچنان بالا از این کلیک میکنیم از این تیبلی که تجزیه کردیم ما چی جور میکنیم؟ یک چارت هم جور میکنیم ببینین کمی را ما اوکی میکنم اول اوکی ببینین از همون تیبل تجزیه شده با ما یک چارت جور کرد ببینین به این شکل خب اینا را دلیت میکنیم دلیت ای بخش را هم دلیت میکنیم که تیبل ما درست بیاد دیجا مثلا میگیم sold یا amount داشته میکنیم amount به شکل خب اینجا amount نوشته کردیم حال ببینین ما بالای چارت کلیک میکنیم ببینین به این شکل بالای چارت کلیک میکنیم باز add data label add data label انتخاب کردیم add data label ببینین Tuesday مثلا دیجه داریم Thursday Tuesday یه قدر سودا شده خب یک لگو 75275 افغانی Wednesday خب با Wednesday میایم ببینید به این شکل با ما به شکل گراف دیجه نشان میده هر روز که چند سودا شده با چند فروش رسید یعنی اشیای ما خب ما میگیم که نه اینا رو یک کار دیگه میکنیم insert timeline از اینجا timeline گرفتیم میبینین date از اینجا date انتخاب کردم اوکی ببینیم به شکل ماهوار به اینجا با ما نشان میده ببینید در کدام ماه ما فروش داریم در اینجا ماه ما از کدام ماه شروع شد این از ماه ششم
جنوری ماه اول است. به یک کلیک میکنیم ببینیم هیچ فروش نداریم دیجا. فوریه دوم، ماه دوم 2019 ما فروش نداریم. مارچ، اپریل، دینا یک شمنی. جون، ببینیم از جون شروع شده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. از ماه ششم. ببینیم در جون اقدر فروش شده. مثلا امی سنده، روزهای یک شمی مربوط به ماه جون میشه به مقدار به فروش رسیده. خب روز مانده یعنی ماه ششم جون اینقدر، مثلا 1095 افغان. به این ترتیب هر روز تقسیم کرده. خب باز به ماه جولای میاییم. ببینید جولای هم همچنان. باز بر ماه آگوست ببینیم به این شکل. باز دیجا یه رکمی کوچک می سازیم. به این شکل یه رم در پهلو یزی قرار می تیم. ببینیم در هر ماه را انتخاب کنیم. جولای چقدر سودا شده، چقدر به فروش رسیده و هر روزش به این شکل به ما نمایش میده. به این شکل. خب باز اگه خواسته باشیم یه دیم دلیت میکنم. ببینیم باز با دیزاین میم. اینجا انزر سلایسر داریم. انزر سلایسر چی میکنم؟ سلایسر اگر خواسته باشیم از پردکت ها ما چی کده میتونیم؟ تجزیه کده میتونیم. ببینیم از پردکت مثلا اوکی میکنیم. ببینیم سی پی یو. سی پی یو قبلا که گفتم در کدام ما چقدر سودا شده، اما ما میگیم به ما کار نداریم سی پی یو چقدر سودا شده. ببینیم یعنی همه گیش سی پی یو هست. یا کیبورد چقدر سودا شده؟ کیبورد به شکل. ببینیم هر کدام شخص خواسته باشیم انتخاب کرده میتونیم. ببینیم به شکل. خب ایران چی میکنیم؟ یا هر کدام تاریخ را اگر خواسته باشیم ایران جدا جدا انتخاب کرده میتونیم. فرض مثال خب میاییم به انالایز انزر تایملاین انزر سلایسر و تایملاین کلیک میکنیم. ببینیم خب یا سلایسر دیت اوکی. ببینیم همه تاریخ ما میه. به این شکل باز کار ما باز هم مشکل میشه. مثلا میگیم که در روز هفتم ماه ششم 2019 چقدر سودا شده. ببینید تنها هم روز فرایدی بوده. کدام با ماه ششم روز هفتم؟ خب ما در اینجا داریم ماه ششم روز هفتم سی پی یو بوده. چقدر سودا شده؟ 165. ببینیم فرایدی خودش هم اینجا 165 اینجا هم فرایدی. به این شکل هر کدام روز رو جدا جدا میتونیم دیجا تجزیه کده در گراف یا در چارت ببینیم. خیره به این شکل دوباره من دلیت میکنم. بسیاری از انز سلایسر از دیت یا پردک یا سلدمان یا وقتی از هر کدامش میتونین را چی کنین؟ تجزیه کنین. ببینید دوباره من برای تیبل کلیک میکنم. اینجا انزر تایملاین داریم. از تایملاین صرف تاریخ میگیریم اوکی میکنیم. اینجا صرف ما از ماه ها خواسته باشیم دیده میتونیم. ببین به این شکل اکتبر 2020 هم نداریم. ببینید به این شکل
دکتر بر اینمی روزها اینمی ماها ما فروش نداریم دیجا ببینید دیجا داریم 2009 اما تا اول 2019 نداریم ببینید به شکل فرایدی و در آخر دسامبر ببینید در دسامبر 2020 هم نداریم ما میخواییم میره چی کنیم اینمی ماها که ما فروش نداریم اینمی نارا حذف میکنیم از اینجا از بالای از این کلیک میکنیم خب با انالایز میاییم بالای از این کلیک میکنیم با بخش انالایز میاییم انزر سلایسر ببینیم دیت را انتخاب میکنیم اوکی وقتی اوکی کردیم ببینیم ماها اینجا نمایان شد به این شکل باز را پایین کش میکنیم ببینیم دو بخش اضافه داریم 2019 تا 2020 دی تاریخ ما هیچ فروش نداریم اینا رو میخوایم از بین ببریم چی میکنیم اینجا کلیک میکنیم خب باز بالای سلایسر سیتینگ اینجا کلیک کردیم باز دیجا هاید ایتم و همچنان این دیت را در کپشن کلوز میکنیم یعنی حذف میکنیم اوکی ببینیم اونمو تاریخی که ما فروش داریم اونمو تاریخ ها به ما آمد به این شکل از دیجا همچنان اد دیتا لیبل را دوباره انتخاب میکنیم به این شکل به این شکل ما یک جدول بزرگ خود را از طریق پیوت تیبل تجزیه کرده میتونیم شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما تا درس های بعدی خدا یارو نگهدارتون